شاخه دیگر علوم حدیث عزیزان فقه الحدیث هست مفهوم فقه الحدیث چیه؟ همونطور که میدونید فقه در اصل لغت به معنای فهم یا فهم از روی تعمل و دقت طبیعتا فقه الحدیث به معنای فهم درست و دقیق از احادیث حضرت ختمی مرتبت مولاتنا فاطمت و زهرا مولانا امیر المؤمنین و از سایر ائمه هدا و حجج الهی علیهم صلوات الله است اصطلاح فقه الحدیث در کنار اصطلاح مصطلح الحدیث یا درایت الحدیث و رجال الحدیث اصطلاح شناخته شده ای برای شما عزیزان هست و در واقع ناظر به یکی از مهمترین شاخه های علوم حدیث فقه الحدیث در حقیقت به معنای تفسیر حدیث یعنی همونطور که درباره قرآن کریم به لحاظ کدورت که وجود داره و به لحاظ موانع معرفتی که فراروی ما قرار دارد ابهاماتی در آیات قرآن کریم به چشم میخوره و ما برای درک صحیح و فهم درست آیات قرآن کریم باید به کلام اهل بیت اسمت و تارت علیهم صلوات الله توجه کنیم ببینیم اون بزرگواران آیات قرآن کریم رو چگونه تفسیر کردن درباره حدیث هم همینطور یعنی به لحاظ هایی که وجود داره محیط های آلودهی که ما در اونها تنفس میکنیم و فکر میکنیم به لحاظ موانع معرفتی که فراروی ما قرار داده شده است ابهام ها و مشکلاتی در بدست دست آوردن مدالیل احادیث حضرت ختمی مرتبت بیبی بی دو عالم فاطمی زهرا مولانا امیر و سایر ائمه هدا و حجج الهی علیهم صلوات الله دیده می شود که نیاز به تفسیر و تبیین و فهم صحیح دارد اینجاست که ما نیاز به فقه الحدیث داریم یعنی باید به اتکای آیات قرآن کریم به اتکای سایر سخنان ائمه هدا علیهم صلوات الله مراد و مقصود اونها رو از بیان یک حدیث درک بکن درک درست از واژگان و احادیث حضرت ختمی مرتبت بی بی دو عالم فاطمی زهرا مولانا امیر المؤمنین و ائمه هدا علیهم صلوات الله راه گوشای ما به سوی سعادت است و عدم درک درست احادیث اون بزرگواران موجب زلالت و گمراهی ماست بدین لحاظ ملاحظه می کنید شیاطین در این نقطه استراتژیک بسیار فعال هستند یعنی به دنبال این هستند که حتی المقدور فهم ما رو از احادیث فهم ما رو از آیات قرآن کریم مغلوط بکنن ما برداشت درستی از آیات قرآن کریم و احادیث حضرت ختمی مرتبت بیبی بی دو عالم فاطمه زهرا مولانا امیرالمومنین و سایر ائمه یهودا علیهم صلوات الله نداشته باشیم و همین برداشت نادرست ما رو به وادی زلالت و گمراهی سوق بده لذا بازی با کلمات و واژگان و مزامین و مفاهیم آیات قرآن کریم و احادیث حجج الهی همواره در بستر تاریخ از تلاش های گسترده شیاطین روزگار بوده است خاصه اهل سیاست و علمای سو و دنیا طلبان همواره کوشش کرده مفاهیم آیات قرآن کریم و احادیث حجج الهی رو مصادره به مطلوب کنند و بر وفق مراد و هوا و هوس خودشون تبیین و تفسیر بکنن در واقع هدف اونها این هست که مراد حضرت حق از بیان آیات و مراد حجج الهی از احادیث نزد ما کشف نشه و ما فهم درستی از آیات قرآن کریم و احادیث حجج الهی نداشته باشیم لذا برای دستیابی به مفاهیم درست از آیات قرآن کریم و مفاهیم صحیح از احادیث حضرت ختمی مرتبت و مولا تنا فاطمت و زهرا مولانا امیر المؤمنین و سایر ائمه هدا علیهم صلوات الله لازمه که ما به نکاتی توجه بکنیم نکته اول عزیزان بررسی مفاهیم واژگان است همونطور که میدونید واژگان و الفاظ هر گفتاری مهمترین رکن معنادهی اون الفاظ اون واژگان رو تشکیل میدن از مثال های متداولی که بیانگر میزان تأثیر مفاهیم واژگان در نوع نگرش و جهتگیری و موضعگیری انسان هاست واجه ولی در آیه ولایت و همچنین حدیث قدیر خم است. آیه شریفه انما ولیکم الله نزد شما عزیزان شناخته شده است حدیث قدیر خم هم نزد شما شناخته شده است من کنت مولاه فعلیون مولاه بر اساس فهم درست متکلمان محدثان و مفسران شیعه واژه ولی در آیه شریفه ولایت و همچنین حدیث قدیر خم به معنی اولا در تصرف یا همون ولایت و امامت اما ملاحظه می کنید بکریه و عمریه این واژه رو یعنی واژه ولی رو در آیه شریف و در حدیث به معنای همپیمان دوست ناصر و امثال اون تفسیر کردند طبق این تفسیر نادرست نه فقط مفهوم درستی از آیه شریفه در ذهن اونها نقش نبسته است بلکه حدیث قدیر رو هم به گونه دیگری معنا میکنن. در نتیجه ذهنیت غلط اونها از آیه شریفه و حدیث قدیر خم مانع ارشاد و هدایت اونهاست ما نمیتونیم با این آیه و با این روایت اونها رو به سرات مستقیم هدایت کنیم چون پیش از ما شیاطین ذهنیت اونها رو تغییر دادن و مفهومی از کلمه ولی در آیه شریفه و در حدیث به اونها القا کردند که ظرف ذهن اونها رو پر کرده است و تخلیه ظرف ذهن اونها با توجه به شیرازه های فرهنگی و سلطه فرهنگی که در بستر تاریخ وجود داشته است کار بسیار دشواری است لذا ملاحظه می‌فرمایید بازی با واژگان قرآن کریم و احادیث چقدر میتواند در تثبیت مردم در وادی زلالت و گمراهی مؤثر باش لذا ما باید خیلی به بررسی مفاهیم واژگان قرآن کریم و احادیث حجج الهی معصومین علیهم صلوات الله توجه داشته باشیم